بحث سفر بازرسان آژانس به ایران شد. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با آقای دکتر منوچهر فخیمی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک. ابتدا ازشون سوال کردیم که هدف از سفر بازرسان حل مسائل باقی مانده و سوالات لاینحل اعلام شده بود. واقعا رژیم حاضر به این مسائل پاسخ بده؟ چه تحت موافقتنامه NPT قرار دارد، یک سری فعالیت هایی به عمل می آید که برخلاف قطعنامه شورای حکام و شورای امنیت می باشد. من اینجا فقط به آخرین موارد تخلفات اشاره می کنم. مثلا رژیم در تاریخ 10 اکتبر 2009 اعلام کرد که در تأسیسات فردو واقع در نزدیکم هکسافلوراید اورانیوم با عیار 5% تولید کند و برای این منظور 3000 سانتریفوژ در این نصب کرده است. 6 ماه بعد اعلام شد که تأسیسات فردو برای قمیسازی 20% در نظر گرفته. بله، سال بعدیمون این بود که خب چرا آژانس واکنش مناسب رو به سرپیچی رژیم نمیده؟ از نظر خودم 3 دلیل من. 1. آژانس بین‌المللی امکانات اجرایی و بازدارنده در اختیار ندارد. این آژانس گزارشات خود را به سازمان ملل و شورای حکام ارائه می کند و به هیچ وجه نقش تصمیم گیری ندارد. 2. تا کنون طرح غنی‌سازی 5% مطرح بوده و اورانیوم غنی شده مورد نظر مثلا می توانست برای سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای به کار گرفته شود. 3. بسیاری از شخصیت‌های نظامی و سیاسی دنیا در سال‌ها پیش بارها اعلام کردند که ایران تا تهیه بمب اتمی سال‌ها فاصله دارد. بنابراین فعالیت‌های رژیم در ایجاد تأسیسات و پروسه های غنی‌سازی را زیاد مورد توجه قرار نمیده. حتی البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی یک بار اعلام نمود که با دلایلی مبنی بر اینکه ایران قصد تهیه بمب اتمی را دارد بر اختیار ندارد. الان شرایط کاملا فرق کرده است و جدی گرفتن مسئله ایران و اقدام به عکس العمل های شدید علیه اقدامات رژیم به خاطر تغییر شرایط اوضاع در ایران می باشد. با تشکر از آقای فخیمی.